وحشی به کجا می روی؟ تو تشنه ای یا به شکار می روی؟ نه تشنه ام، نه به شکار می روم، دنبال یار به جوی آب می روم. خیلی عکساش قشنگه. الان نمیدونیم بنویسم. آره اینو ببینید بچه ها، مامان من همیشه واسه همه چی یه روکش درست میگه. وقتی واسه جارو برقی اون لوله شما بخوای ببافی، یعنی دیگه اصلا هنر بزرگه. آره این لوله جارو برقی قیافش جوونتر و مامانم دقیقاً قیافش ماشاءالله خیلی. آره ماشاءالله. بیشتر جایی که میرم یا عروسی هایی که میرم، تولد هر جایی که میرم خیلی دوستش هست. که مامان میگه بابا حالا مثلا نمیخواست بره، ببین چه به قول گیلک ها چی چیکار کرده، بغلش کرده، تعجبی کرده. آره آره بابا رنگ سفید نپوشیده، بعد مامان چقدر تغییر کرده. ببینید سلام بچه ها چطورین، ما امروز اومدیم خونه مامان، بعد خیلی وقت بود که دلمون میخواستش که یه سری عکسای قدیمی رو نشون بدیم بهتون، هم شما کلن ببینید که قبلا چجوری بودن الان چقدر تغییر کردن، همین که واسه خودمونم کلن خاطره ساز بشه. من اجازه میدم بقیه سلام علیکم. سلام بچه های عزیز، روزتون بخیر، با خاطرات ما شما هم لذت ببرید. سلام علیکم، اول شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. سلامت باشی. خیلی ممنون. زنده باشی. سلام، روز خوبی داشته باشی. اوه بچه‌ها چقدر درد داره این قشنگ برو داره فشار میده بچه رو ماهینم یه فشار نداره نه داره میده به خدا بچه من اولین بار دارم اینو تست میکنم چیزه ماساژوره که امیر واسه مامان آورده ولی خیلی داره فشار میده پارو مامان پس چون حس نداره خوب متوجه نمیشد من اصلا شخص بامبا داره قشنگ اینجوری میکنه آره آره نه ماساژ چون پای من حس نداره من دیگه متوجه نمیشم خب حالا بگذاریم برسیم به اصل مطلب خودمون اومدیم عکس‌ها رو در بیاریم بعد کلی برامون خاطر انگیز بود یاد قدیما به خیر حالا میسپارم به مامان هم یه سری عکس‌ها هی داشت در مورد صابخونه‌اش صحبت میکرد میگفتش که صابخونه مهربون داشتم که همه آشپزی‌ها رو بهم یاد میداد عکس اونم پیدا کردیم خدا رحمتشون کنه از بچگیامون حالا دیگه مامان یه سری خاطراتش رو در کنه من دونه دونه بهتون نشون بدم دیگه از هر جای دوست داری شروع کنم از عروسی دوباره آره از عکسای عروسی اول بگو چی شده 14 سالگی سم آکم داشتم ازدواج کردم بعدن این یه همسایه داشتیم این آقا حمید آورد برای من خواستگاری ولی به خدایی من دوست نداشتم بعد مادر شوهرم گفت نه باید تو دوست داشته باشه چی میشه من دید فکر کردم مثلا من خوشگلم یا مثلا قشنگم فکر بود من هیچ کارایی بلدم بعد وقتی که من بردن خونه خودشون دیدن نه من هیچ کاریه مثلا هیچ کار دل قاطعه مثلا کار بلد نیستم مثلا هیچیه باقا کاره بجر کار اینجوری بلد نبودم بعد اینا هم یک هفته ای اومدن سرود گرفتن خواستگاری کردن سرود گرفتن عروسی یک هفته ای شد بعد منو بردن خونه یه مثلا خونه انزلی گرفتن اونا مال سماسره بودم ما تو محل قازده خلاصه منو بردن یه شب اونجا موندم بعد رفتم انزلی اومدم یه صابخونه خیلی خوبی داشتم خدایی چیز بلد نبودم حتی یه سیب زمینی سرخ کردن بلد نبودم مادرم به من کار نمیداد گفت تو کار نباید بکنی من حالا نمیدونم بابام خیلی منو دوست داشت گفت که من چون تو دختر ندارم این نباید این کار بکنی مامان ببخشید معذرت میخوام چون داری تون تون میگی بعد من یادم میره نگفتی چی شد که بابا اصلا اومد انزلی شما که خودتون تو روستا زندگی میکردین آره. بابام همینطوری بعد چی شد یهو اومدین انزلی بعد ازدواج چون بابا قبل از من انزلی کار میکرد تو بلوار اینجا جوشکاری میکرد با یکی از همسایه ما تو نخاله بعد اینا چیکار کرد اون به همسایه اینا آورد بابای برای من آورد خواستگاری و گفت من نمیشم فلان نه گفت مادر شوهرم گفت نه خوبه فلان ما تو رو میگیریم حمیدم گفت من اینا میخوام خلاصه کار ندارم بعد دیگه اونا ایج عروسی کردن برای من عکس نگرفتن منم آرزوی عکس داشتم 5 تا بچه حتی ستاره را داشتم 5 تا بچه فلی اشتباه کردم که یکی از این بچه ها را مثلا 5 تا بچه را نیاوردم اینجا بمونم عکس بگیرم خیلی قرار بود بریم که قرار بود بریم هممون آماده شده بودیم لباس پوشیده بودیم خودمون رو درست کردیم آماده شده بودیم مامان زودتر رفته بود آرایشگاه بابا قرار بود که بیاد بعد ما رو ببره بابا چون اون زمان یه ذره مثلا میگرن داشت آره. اون روز حالش خیلی بد بود یه سردرد خیلی شدیدی داشت آره. بعد از قضا زد بارون شدیدم اون روز اومد خیلی بارونش خیلی شدیدی بود
بارون هم بود، بعد خب وسیله که نبود موقع که ماشین نداشتیم اینا، وسیله نه، ما هم مثلا پرش و بچه همه آماده بودیم، منم اینقدر سوخت داشتم، همه ما شما رو آماده کرده بودم که مثلا بابا بیاد ما رو ببره که ما بریم آرایشگاه مثلا با ماما عکس بگیریم. بعد بارون اونجوری بود، بابا حالش بد بود، وسیله هم نداشتیم، به من بعد اومدم به بابا گفتم دیگه شما رو نمیتونیم ببرم، خودش رفت، بابا خودش رفت. اینقدر دیگه اون روز ما برای ما روز دلتنگ و مثلا ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت شدیم، ولی دیگه رفت دیگه، ما هم خبر ندیم. بعد از یک هفته که عکس‌ها ظاهر شد، عکس‌ها رو دیدیم، وای مامان چه تغییری کرده بود. آ پس مامان با این قیافه خونه هم نیومد؟ نه نه خونه نیومد. بعد دیگه همونجا لباسشون، لباس مال خود آرایشگاه بود، به عنوان مدل مثلا مامان میرفت هر وقت مثلا به عنوان مدل میام، بعد میگم تعریف کرده بود که من از عروسیم عکسی ندارم، بعد اون خانم میگه خب بیا من یه روز تو رو درست کنم. دیگه مامانم بس می تو هم یادته؟ من یادمه، آره نه یادمه، من قشنگ یادم بود. میگم شما رو آماده کرده بودم که مثلا بابا برداره ما رو ببره که دیگه نشه. شما مالا بابا صرف مامان رو گوش کرد بعد از این همه سال برد؟ آره. نه بابا گفت من نمیام. گفتم حمید اگه تو نیای میدونی من چیکار میکنم، من یه مرده رو میارم اونجا برای خودم پیش خودم. گفت که خانم این کار رو نکنیم. گفتم اگه دوست داری من اون کار رو بکنم تو نیا. بعد گفت نه من میام، ولی به خدایی اون روز خیلی مریض بود، بعد لباسم سفید پیرهن داشت نپوشید. آره دیگه همونجوری اومد. وقتی من دید، وقتی اومد در آرشگاه با علیعکاس، من دید چیکار کرد، دیدم داره بر میگرده. گفتم چرا داره بر میگرده حمید؟ منم. گفت نه تو هستی، نه تو نیستی. خلاصه به من یه حرف آزده. اینجا یادت مامان چند سالت بود؟ من اینجا من امیر 14 سالگی، مثلا امیر بعد از 3 ماه 6 ماه حامله شد، امیر رو آوردن یک سال بعد، بعد منو بردن مثلا چی میگن ازدواج کردن مثلا خب از خیلی اینجا فکر مثلا من مثلا 20 سال نه کمتر نه اینجا نه آره 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 6 تا بچه آره آره علی که نبود علی فقط نبود نه نه ها ما فکر کردم ازدواج نه نه اینو دارم میگم نه اینجا 25 ویل داشتن نه بیشتر داشتن من فکر کنم سی رو داشت. حالا بیا یه ذره زهرجون بیاد این عکس‌ها رو اینجا رو نگاه کنه، این عکس‌های عروسی که مامان میگه بابا حالا مثلا نمیخواست بره ببینید چه به قول گیلک ها چی چگاه گرده بغلش گرده تحجیبی کرده. آره آره بابا رنگ سفید نپوشیده، بعد مامان چقدر تغییر کرده، ببینید خیلی خیلی تغییر کرده. حالا اینجا یه سری دیگه عکس هم هست. این بعد قدیما عادت داشتن رو اول آلبوم شعر می نوشتن، مامانم این دستخط خودشه. مثلا بابا رو نمیخواست یکی از شعرها رو بخون. کدوم بود؟ سیمین داشت خوب میخوند. آهوی وحشی به کجا میروی؟ تو تشنه ای یا به شکار میروی؟ نه تشنه ام نه به شکار میروم، دنبال یار به جوی آب میروم. خیلی عکساشون قشنگه. الان نمیتونیم بنویسیم. آره آره این عروسی دختر قصابی ما بودیم همه ما هم بودیم. چقدر اینجا بابا قیافش جوانتر و مامانم دقیقاً قیافش ماشاءالله خیلی. آره ماشاءالله بیشتر جایی که میره یا عروسیایی که میره تولد هر جایی که میره خیلی دوستش عکس میگیره. این صابخونه عزیز منه، این صابخونه عزیز من اصلا خدا رحمتش کنه برای من مادر بود، این خیلی غم منه. خدا رحمتش کنه، روش شاد کنه. عکسای بعدی قیافه مامان جوونیاش. این یادت میاد کی بود؟ آره ازدواج کرده بودی بچه داشتی. آره 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 اینجا منو داشت، منو که داشت واقعا. آره بابا سیمینه داشتم. آره من با کچلی مکس داشتم اینجا. اینجا خونه قدیمی مونه پایین. برو بعدی. خب اینجا بگه که کیا هستن. این خاله فاتیه که آموزش گذاشته بودیم مربای بهار با خاله مهیاره. اینم دایی حسینه که با هم دیگه رفته بودیم تهران. اونم مامان که همیشه میرفتن بولوار خواهر برادرها. چرا برعکسه؟ نه نیست. آه اینم بچگی علیه، علی عزیز. آره برو بعدی. مامان تو همین خونه است منتها اون موقع پشتی و اینجور چیزا بود، مبلم نبود. اینم علیه، علی کچل. آره کچل سیاه. این دیگه آخری بود. آره آخری. اون موقع من نمیدونم چرا مد بود همه با تلفن خونه و نمیدونم این وسایل های برای عکس میگرفتن. عکس واقعا چرا؟ آره نمیدونم.
واقعا عکسم تو. اینو ببینید. بچا مامان من همیشه واسه همه چی یه روکش درست میگه. وقتی واسه جارو برقی اون لوله شما بخوای ببافی یعنی دیگه اصلا هنر بزرگه. آره این لوله جارو برقی مامانم واسهش ما چوری اینو بعدم توش کردی. من خودم بلد. بلد بودم. از کجا بلد بودی آخه؟ من همینجوری برای خودم نظر می درست میکردی؟ یعنی اصلا رو کشه تو این جارو برقی میرفت تو بعد این تا اینجا واسه سیمش مقال درست نگردی؟ بعدم اون سرشم درست کرده بودم. آره آره سرش یاد مامان من خیلی بافتنی های خوبی میکرد، خیلی خیلی مهارت داشت تو همه کارا. آخه اکرم عزیز آره اونم علیه و صابخونه عزیز الهی اون موقع بس چیز زنده بود علی به دنیا اومد. آره. بچه‌ها خانمایی که عاشق هستی بودی کوچولیای آره، هستی. هستیه. اونم حسینه. حسین رو هم ندیدین تو ویدیو. این هستی. آره. اون مامانه. اون که مامانه میگه. خب اینم داییم اکرم جون، دایی حسین با دایی علی. میگم همیشه میرفتم بولوار. علی چقدر جولی داشت. آره بابت این عکس چقدر خندیدی. چه جولی داشت. خب اینجا هم اکرم جونه که نه واسه... آره. اینو ما اکرم نشون بدیم علی رو ببینی تو رو خدا واقعا موزیه موزی واقعا موزی مامان و بابا اینجا هم خیلی ماشاءالله جوان آره. آه بچه ها این عکس رو گذاشته بودم این پدر بزرگمه بابای مامان این عکس آره. این عکس باید خیلی قدیمی باشه. آره خیلی قدیمیه. اینم که اکیپی همه میگن با شوهراشون میرن. سیم اینو نشون بده. نمیدونم من کدومم. خب. این ستاره آره من محمد اکرم مامان دایی حسین امیر و سیمین جون این دایی خب من نمیدونم بولوار این بولواری که ما همه با هم دیگه رفتیم با دوتا دایی هامون ما بچه ها همه هستیم علی فقط نیست آره. آره. خیلی دایی حسین و دایی علی آره. با ما پا بودن. بودن همه جا با ما می اومدن مخصوصا بیشتر اوقات که می بودن انزلی حتما ما رو دریا یکی مستاهل می بردن این اینک الان موده ها اون موقع من می زدم الان موده اون عروسک من همه جا با ما بودن اون عروسک همیشه با صدا صدا رو عاشق عروسک پاره می شد من برای نشستم می دختم براش برای شبا پیش خوش می خوابون خیلی خیلی خاطرات ستاره آره. خیلی عروسک داشت آره ما از اول دیوار تا آخر دیوار عروسک های ستاره بود خب اینم خونمونه که داشتیم هنوز میساختیم آره هنوز نساخته بودیم داشتیم میساختیمش مامان اینجا کی عامله بودی؟ سیمی منو؟ سیمی بینم چه خوشگل شدی چه از خودش تعریف میکنه رسیدیم به عکس بابا که خودش اینقدر مو داشت و جالبه که به پسرها گیر میداد که شما چرا اینقدر موتون چیزه بلنده آره خب این واسه زمانی که ما زمان اون مجردیه بعد با شما ازدواج کرده بود این نبود این نبود خب این چه دورانیه این دورانیه که دو تا بچه داشتن امیر اکرم داشتن حمید فراز بود بابا پس ازدواج کردی بعدم من کار میکردم هم برای حمید پول میدادم برای سربازیش هم برای امیر بچه بزرگ من بود بچه شیر نان نسله میخورد که اون زمان خیلی گرام بود 24 تومن ولی برای اکرم شیر دو بچه میگرفتم 14 تومن برای اونا چرا بین بچه ها فرق میدوستی؟ اخر میدونی وزم خوب نبود پول نداشتم همینم که میخریدم رفتم کار میکردم آره. پس بابا بعد از ازدواج دو تا بچه هم داشت آره. تازه رفت ختمه دم داشت تمام اسما داشت تمام میکرد سیمین حامله شدم آه ماشاءالله خیلی ببینم این هم مامانه پایینه پایینه آره هر از این خونه درست نشده ما خونه پایین پایین خونه کوچولو داشتیم این همه علی آرزو داشت فوتبالیست بشه که نشد مامان رفته بودیم امام رضا مشهد اینم مامان و بابام زیاد با موتور میرفتن بیرون و ما هم نمیبردن ما 5 تا بچه همیشه خونه بودیم اینا برای خودشون دوتا شبا سوار میشن دنیا جا رو میرفتن و ما منتظر این هم اکرم خانومه بچگیاش مثل الانش زیبا عبور مرغان گرفته بود اکرم چه عکس بابا چند تایی از این بابا یکی دیگه هم داره دیگه اونو نزار آقا جان منه خواه اینم مامانه اینم خونه مایه که موتور
اینا میخواستم همین پرورش بدن. میخواستم اینا همچی پرورش بدن که رویه خودشون بره. علی رو خیلی دوست داشتن، این موتور هم خیلی دوست داشتن. بعد آره دیگه ما رو نمیبردن، علی و ولی میبردن. علی و همیشه حالا میبردن. این امیر بچگی های امیر، عکس ها قدیمی هست، عکس ها خیلی قدیمی هست. این هم که مامان دایی حسین، مامان من عاشق عکس، عاشق. آره به خدا هنوز کلی از این آلبوم ها داشتیم دیگه. ما سعی کردیم یه چند تایی رو براتون بذاریم که ببینید. و این ستاره جونو خیلی بال بود، این یکی بال تره. آره مثلا تو داری از علی مراقبت میکنی؟ آره مثلا این یکی هم منم، اون یکیه، این یکی هم آره. ستاره است. آره این یکی هم منه. آره. ما خدای این مانتور چرا منو پوشونده بودی؟ من تو وقتی سیمین اعتراض میکنه از قیافه. نه آخه یا دیگه چرا گفتین روسری؟ نه یا مانتو یا روسری. من یادم نبود. ببینم تو مانتور میذاری. بچه رو برداشتن. اینم خیلی قشنگه. سیمینو ببینی چشاشو بسته. محمد، اکرم، امیر، منم بغل دایی حسین، دایی علی ام. آره اینم بلوار. اینجا. ببینم. اینم که منم. حالا من چرا سیاه میپوشیدم همیشه؟ نظر داشتی؟ چون تو... نظر داشتم. بذارید ببینیم نظرمون چی بود. نظر تو یه شیش ساله شیش ماه بودی، یک ساله بود نه؟ یک ساله بود یه مریضی گرفته بودی. بعدا دکترها به من گفتن خانم تو دیگه این بچه تو نمیمونی. بعد من دیگه اینقدر گریزاری کردم پن روز تو رو بردم بیمارستان، اتاق انتظار گذاشتم. بعد تو رو آوردم خونه، تو رو آوردم خونه، گفتم که من بمیرم اینو زنده میکنم. خلاصه دیگه اینقدر تو رو اینقدر دیگه تو رو مثلا پرستش کردیم، خلاصه رشت شقه دکتر بردیم، خوب شدی. خدا شکر. آره خوب شدی. آره بخاطر همون تو فکر ما ناراحت بودیم. بله واقعا ایت من از اکرم علی که به دنیا اومده بود، من 15 سال بجار تو بجار کار کردم، چون وضع ما زیاد خوب نبود. خدایی حمید کارخانه کار نداشت، چند سال کار نداشت. بعدا ما چیکار کردیم؟ اکرم من بزرگ بود، من بچه رو میدادم به اکرم. صبح میرفتم سومنسارا بجا، غروب میومدم بچه چون شیر میخورد، تنها بچه بود که علی شیر میخورد. خلاصه علی رو چیکار کردم؟ اکرم دیگه علی رو نگاه میده، علی اون رو صدا میکرد مامان، چون همیشه اکرم میده. اکرم کم زحمت ما رو نکشیده بچه ها. الان هم که میبینید چقدر زحمت میکشه. ببخشی اگه من یه ذره حرفم خوب نمیاد، نه مریض بودم. نه این چربه عالی داری صحبت میکنید. خوب نمیتونم حرف بزنم. خب این چرش خیلی خوبه. همه چیز بچه ها قدیمیش خوبه، حتی عکسام قدیمیش خوبه، خاطرات خیلی خوبه. واقعا موقع دلامون خوش بود. آره. همون شش تا بچه که توی یه اتاق بودیم با هم دیگه سرگله هم میزدیم. آره. یکی میخواست تلویزیون نگاه کنه، یکی میخواست درس بخونه، یکی میخواست بازی کنه، ولی واقعا خوش بود. واقعا بین همه اینا من از همه دلسوزتر بودم و از همه مظلومتر. واقعا باز از اون حرف باز وجدانتون خدایی من مخواستم دلسوزترین بچه تو خانواده دیگه همه میدونن اکرمه. بعدم پاریتر بود، من دلسوزتر بودم. خدایی سیمی میدونی چیه؟ سیمی من میخواستم یه دونه بچه رو تنبیه کنم. سیمی میمد وسط، من فلان کار کردم، من بیزار کردم، تو منو بزن. من گفتم آخه چرا تو رو بزنیم؟ آخه بعد منو میزد، بعد منو میزد دیگه اون بخلش که میخوابید دیگه کسی دیگر کار نداشت. دوست داشت. منم یه همچین عکسی دارم، کلا برگرفته از یه مدل قدیمیه. اینا رو نشون بده دیگه. یه دونه این تنها اینجا هم فکر کنم یه جایی رفتن. اینا حتما رفتن هنابنده ها عروس آماده گذاشتن که گلا رو خودش گرفتن. عروسیشین عروسیشین خوبه یادش ها. واقعا بچه ها عکس ها خیلی چیز خوبی هن. آدم نگاه میکنه بعد یادش میاد. شما اون لحظه دیگه هیچ وقت اون خاطره و اون موضوع یادش نیاد، ولی وقتی عکس رو میبینه خلاصه یادش میاد و اینا. خلاصه این که نمیدونم شما هم تونستین برگردین به قدیم خودتون، یاد خاطراتتون بیفتین و حالا نمیدونم خوشحال میشین، ناراحت میشین از این که دوست دارین برگردین به عقب، همه چی برگرده و اونجوری زندگی کنی یا نه تکنولوژی و شرایطی که الان هست. به هر حال اون موقع تلفن میدونم، اول اینکه تلفن نبود، بعد که بود مثلا خیلی باهاش در ارتباط بودن، صحبت میکردن با هم دیگه. الان دیگه همه چی گوشی و فضای مجازی و خیلی راحت میتونی
با یکی ارتباط برقرار کنی، ولی خب اون رفت و آمدها خیلی کمتر شده به نظر من. حالا نمیدونم از نظر شما چطوره. موقع نامه بود، نامه مینوشتیم. من خودم یادمه همیشه با مریم دوستم مثلا می‌خواستیم صحبت کنیم، نامه مینوشتیم به هم دیگه. مثلا بی خبر، مثلا بدون اینکه خبر بدن که ما مثلا می‌خوایم بیان، میومد آدم اون موقع خوشحال می‌شد. آره وسیله پذیرایی همیشه یه چای و یه قند و یه نباتی بود که همیشه اصولا تو همه خونه‌ها بود. آره. خب دلخوشی‌ها خیلی بیشتر بود. الان آدم‌ها اصلا دیگه دورترن به نظر من. من دوست دارم برگردم به قدیم. قدیمو دوست داشتم. حالا ما تو چی؟ تو که به هر حال این همه شرایط و این همه زحمت و خیلی خلاصه کار کردم. بچه‌هام زیاد بودن، بابا کار نداشت، خلاصه تازه دوتا بچه داشتن سروازی رفت، بعد اومد چقدر بیکاری کشید. بعدا دیگه این کارخانه اردگندام حقوقش پنج تومن بود، ما با پنج تومن زندگی کردیم، ولی خدا صابخونه منو بیامرزه، مثل مادر من بود، خیلی منو غم میخورد، خیلی منو مثلا همه جروب منو حمایت میکرد. حالا اگه بخوای برگردی عقب، حالا هر کی یه چیزی گفت، من یه چیزی گفتم، سیمی یه چیزی گفت، اگه بخوای برگردی عقب و قرار باشه دوباره تصمیم بگیری، حالا ازدواج رو نمیگم، ازدواج خب فکر میکنم که ازدواج کردی، فکر میکنی که دوست داشتی بازم این همه بچه بیاری یا نه؟ مثلا فکر میکنی که کمتر میگیره بچه میآوردی یا اصلا نمیآوردی؟ از دوره اگه بود نه نمیآوردم، ولی اون دوران من اصلا الانم هستم، بچه کوچولو خیلی دوست دارم، تا 3 سال 4 سال دوست دارم، بعد که شید بعد بچه چهار سال میزنم. پس بچه های خود را به مادر من نسپارید. از یک تا چهار سال میتونید، ولی بعد از اون دیگه نه. اگه اذیت کنم، ولی خدایی بچه های من خوب بودن، بچه های من اذیت، الان بچه ها رو من میبینم، اون دوران فقط این سیمی یه مقدار من اذیت کرد. الان داشت میگم من دلسوزم، چجور اذیت به من کرد؟ من داشتم میمردم بهش میگردم سیمین یه دامان بپوش. گفت نمیپوشم. همیشه سیمین با شلوار بلوز بود. الان هم اونجوری همینه. ولی اصلا حرف منو گوش نمیکرد. من دیگه دیدم دیگه نمیکنه، دیگه یه بار دو بار نه خیلی زدم. شلوار با بلوز چه مشکلی داره؟ من نمیدونم چرا من دوست ندارم. من الان تازه که مریض شدم شلوار الان خودش میپوشه عزیزه من. الان خودش میپوشه. خدایی من اهل شلوار. نه قدیما فکر کنم مثلا بی میدونه. آره دامن و مثلا بیشتر مثلا دختر خانم ها بلوز و دامن میپوشیدن یه مهمان من. ولی اکرم میپوشه خدایی. ولی مثلا چیز نبود دیگه، سیمی همیشه با بلوز و شلوار بود. سیمی صداره با بلوز و شلوار بود. اینا ولی با خدایی الان من تازگی مریض سکزه کردم اینو میپوشم، وگرنه من شلواری نیستم یا بیرون برم. ولی راحت خدایی. ولی آره خیلی راحت تره که بیشتر و بهتر. آره راحت تره. خلاصه اینکه نظرات خودتون رو برامون کامنت بذارید، حتما از خاطرات قشنگ خودتون بگید، شما چه خاطره ای داشتید که براتون تو ذهنتون نشسته، و اینکه به هر حال دیگه سابسکرایب که یادتون نره، این ویدیوها برای شما گرفته میشه، خوشحال میشیم که وقت میذارید نگاه میکنید، خیلی برامون این ارزش داره، نظرات خودتون رو برامون میذارید، و ممنون از اکرم، سیمین، مامان و زینب عزیز که داره ویدیو میگیره از ما، به هر حال باعث شدش که امروز یکم یاد قدیم بکنیم و کلی لبخند به لبمون بشینه. ما هم از ستاره واقعا ممنونیم که بعد از همه کار و فشار عصبی اینها با امروز باعث شدی که خلاصه ما آلبوم باز کنیم بعد از سالها، یه ذره این عکسای قدیمی رو ببینیم. واقعا آره واقعا خاطره نکنه. خیلی روز خوبی بود برای ما، آخر روز آخرای ساعتای آخر جمعه مون خیلی خوب و شاد گذشت. آره در کنار همدیگه خوش گذشت. جای برادران خالی که نبودن. ان شاء الله که خداوند همیشه سایه پدر مادرمون باشه. همین پدر مادر رو. اگه همین پدر مادر رو هستن که ما خلاصه خواهر برادرها این روزا رو کنار هم بله دقیقاً روزای خوبی ساعت‌های خوبی داریم. تا ویدیوهای دیگه اول بذارم خداحافظی کنم، بعد همیشه منو دعوا می‌کنن، ببخشید بچه‌ها من خیلی تو حرفا می‌پرم. خدا همه جوانان بدره، همه زخن بدره، به حق فاطمی زهره می زخن می شش زخن مری بدره، می نوایان بدره، اشنا تن سالم دل خوش بده. الهی هر چی خیر خدا اشنا فده، اشنا فده، انگار من مرا فده، من مثل خوشحالم.
الهی ان شاء الله. دیگه من دیگه تعریف ها رو کردم. چیزی واسه گفتن ندارم. نظرتون حتما در مورد سیمین برام میدونم که شما من خیلی حتما به گوشش میدونم شما منو خیلی دوست دارین و هوای منو تو یادتون نره من بودم که پنجره رو باز یادشونه به خدا میام مینویسم. بچه‌ها جونم خیلی دوستتون دارم. ببخشید سر شما رو در آوردیم. مرا ببخشید. لذت میبرم بچه‌ها. اعتماد همیشه میگن اکرم الان که سیمینم تو ویدیو ها اومده خیلی از سیمینم طرفداری میکنن از مامان خیلی دوست دارم خلاصه خیلی دوستتون دارم مرسی که همراه ما بودید خدا نگهدارتون خدا منم خیلی دوست دارم یه عکس مثلا عاشق عکس خدا یه عکس میدیم خیلی خوشحالم خیلی خوشحال میشه خدا حافظ شما